سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبانی که هم اکنون صدای منو میشنون یا بعدا صدای من رو خواهند شنید. آرزوی شادی و سلامتی برای همه مخاطبان عزیز دارم و این ایام سوگواری رو در واقع خدمت همه مردمی که درگیر هویتی و اعتقادی و این موضوع هستند، من به سر این ایام رو برشون ایام پربرکت آرزو میکنم. امیدوارم که به نحو مطلوبی بهره ببرن از این ایام و روزهای خاص. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من دقایقی وقت شما را خواهم گرفت. از شما تشکر میکنم که به من فرصت دادید که هم بتونم خدمت هم ولایتی های خودم و هم دیگر مخاطبان سخن بگم. من باعث خوشحالی و افتخاره که در خدمتتون هستم. موضوع بحث من مناسک و هویت هست و سعی میکنم در هلوهوش 20 دقیقه تا نیم ساعت بحث خودم رو در واقع صورتبندی و عرضه بکنم و بعد اگر پرسش و بحثی بود در خدمت مخاطبان عزیز باشم. عرض کنم که خب من در سالهای گذشته بحثی درباره کارکردهای مناسک داشتم در باشگاه اندیشه که مخاطبان عزیز میتونن اون رو به در واقع در همون هم در کانال بنده و هم در عرض کنم که کانال باشگاه اندیشه پیدا بکنن. بحثی درباره کارکردهای مناسک. خب ما میدونیم که در محرم مناسک عزاداری داریم و یکی از مناسک مهم ایرانیان و همچنین شیعیان در همه جای دنیا هست و شیعیانی که در کشورهای به اصطلاح غیر شیعی زندگی میکنند هم نوعی تعلق خاطر به این مناسک دارند و حتی تلاش میکنند که در اونجا هم به نحوی این مناسک رو برگزار بکنند. مناسک چنان که پیش از این بحث کردم کارکردهای متنوعی داره به لحاظ اجتماعی و روانی و من البته اینجا فقط میخوام درباره یکی از کارکردهای مناسک یعنی کارکرد هویتی اون سخن بگم. وقتی که از مناسک صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که مناسک مؤلفه های مشخصی داره که اون مؤلفه ها اون رو میسازه. نخست این که مناسک در یک محیط مادی مشخصی اجرا میشه. این مناسک در واقع توش عناصر مادی خاصی هم به کار میره، از مواد غذایی گرفته تا دیگر عناصر مثلا عناصر موسیقایی یا دیگر وسایلی که در مناسک استفاده میشه. مناسک همچنین واجد یک سری از رفتارهاست، یعنی افرادی که در مناسک شرکت میکنن رفتارهای مشخصی انجام میدن. این رفتارها هم چه بسا به بسیاری موارد تابع یک سری هنجارهای اجتماعی هستن، یعنی مناسک در هر اجتماعی واجد هنجارهای مشخصی است و این هنجارها چه بسا در طول قرون تثبیت شدن و شکل گرفتن. علاوه بر این هنجارها مبتنی هستن به یک سری از ارزش‌های اجتماعی. ارزش‌های اجتماعی اون باورهایی است که با احساسات ما و با آرمان‌های ما گره خوردن. علاوه بر همه مواردی که خدمتتون عرض کردم، هر مناسکی دارای نمادهایی است. مثلا ازدواج یک مناسک هست به اضافه قرارداد اجتماعی. ازدواج در ایران رو عرض می‌کنم. خب در مناسک ازدواج هم باز همه این مواردی که خدمتتون گفتم از جمله یک سری نمادهای مشخص وجود داره. مثلا در گذشته در ازدواج‌های ایرانی ها قند رو با هم می‌سابیدن، این یک معنای نمادین داشته به عنوان مثال. به همین ترتیب علاوه بر نمادها مناسک واجد یک سری روایت ها هم هست. هر مناسکی معمولا پیوند داره با یک قصه‌ای یا با یک داستانی یا با داستان‌ها و روایت‌های پیوند. اینا تقریبا میتونیم بگیم که مؤلفه‌های اصلی مناسک هستن. اما مناسک چه بسا در واقع پیوند میخوره با حیات اجتماعی مردم. هر اجتماعی که در واقع در جهان میشناسیم
در درون خودش، در فرهنگ خودش و تاریخ خودش مناسکی رو، مناسک خاصی رو در واقع داره به اجرا میکنه. منتها اتفاقی که در حقیقت برای مناسک در جهان مدرن رخ داده، ما رو با پدیده ها و مسائل تازه‌ای مواجه میکنه. ما میدونیم که اجتماعات مختلف بشری با مناسک کسب هویت میکنن، با مناسک خود رو حفظ میکنن. به عنوان مثال شیعیان در طول تاریخ به کمک مناسک شیعی هویت خودشون رو حفظ کردن، به خصوص خود رو در تقابل با اجتماعات سنی تعریف کردن. و مناسک عاشورا، عزاداری عاشورا یکی از مهمترین مناسک در واقع شیعیان بوده برای هویت یابی. خب ولی ما اکنون در قرن 21 زندگی میکنیم، در دنیایی که دیوارهای جوامع بر روی هم گشوده شده، رسانه‌ها و عناصر مختلف مدرن آمدن و تاخت و تاز کردند و جهان‌های کوچک ما رو در نوردیدند و تمام حصارهایی که در درون اجتماعات کوچک محصور وجود داشته، این حصارها رو یک به یک شکستند و ما به ناگزیر خواهی نخواهی گشوده شده این بر روی فرهنگ جهانی و در نتیجه اجتماعاتی که قرن‌ها محصور بودند در یک فضای محیطی و طبیعی خاص، اکنون گشوده شدند به فرهنگ بشری. این گشوده شدگی هم برای ما غیر غربی‌ها دلبخواهانه نبوده، به ما تحمیل شده است. ولی به هر حال ما اکنون در شرایطی زندگی می‌کنیم که همزمان با فرهنگ های گوناگون مواجه هستیم و با جهان های اجتماعی مختلف. در جهانی که در آن زیست می کنیم، جهان خرد ما در کنار جهان های خرد اجتماعی دیگر قرار داره. ما دیگر در درون یک جهان یک پارچه هماهنگ زیست نمی کنیم و با امور فرهنگی و اجتماعی بسیار گوناگون و متکثری مواجه هستیم. ما در فشار کثرت‌گرایی قرار داریم، ما در فشار چندگانگی عناصر فرهنگی قرار داریم. یک پارچگی فرهنگی از دنیای ما رخت بسته است و ملغمه ای از عناصر فرهنگی، از اندیشه ها، ایدولوژی ها، نظام های اعتقادی گوناگون ما را محصور کردند و زندگی و افکار و اندیشه و احساسات و نحوه زیست ما را به نحوه جدی در واقع تحت تاثیر قرار دادند. ما به لحاظ هویتی، بخش زیادی از ما ایرانی ها اکنون واجد خلوص هویتی نیستیم. در حقیقت در جهان جدید اساساً بحث از خلوص هویتی خیلی معنا نداره. خب ما الان به عنوان مردمانی که یک به اصطلاح تاریخ شیعی رو عصر صفوی تا به امروز طی کردیم، چون ما قبل از عصر صفویان بخش اعظم مردم ایران شیعی نبودند و صفویان تاریخ ما را دگرگون کردند و ایران را، شاه اسماعیل ایران را به ضرب زور شمشیر شیعی کرد. قبل از او در واقع بخش های کوچکی از ایران شیعی بوده است، مثلا توی طبرستان و دیلمان یا بخشایی از خراسان، ولی بخش اعظم ایرانیان سنی مذهب بودند. اما در عصر جدید ما در واقع در تاخت تاز دنیای جدید قرار داریم و در نتیجه اون به اصطلاح یک پارچگی و هویتی خودمون رو خواهی نخواهی داریم از دست میدیم. خب حالا من اینجا باید که بحثی بکنم که میتوانیم بگوییم افراد در یک دسته‌بندی بسیار کلی، انسان‌ها از وقتی که به دنیا میان تا مراحل بزرگسالی، میتوانیم به طور کلی بگوییم که میتوانند واجد سه نوع هویت شخصی بشن. اولا من هویت شخصی رو قدری توضیح بدهم و بعد راجع به اون صحبت بکنم تا معلوم بشه ما درباره چه چیزی سخن میگوییم. آقای چارلز دیویس در کتاب بسیار ارزشمند دین و ساختن جامعه
هویت شخصی رو اینطور تعریف میکنه، میگه که قابلیت سوژه های آگاه، اینجا سوژه در واقع منظور انسانه، قابلیت سوژه های آگاه در همسان ماندن با خود. این نقطه برای انسان خیلی خیلی مهمه که از خود میپرسه من کی هستم. به عنوان مثال منی که در این سن و سال قرار دارم، آیا همونی هستم که مثلا در دوران دبستان بودم؟ آیا همونی هستم که در دوران دبیرستان بودم؟ آیا همونی هستم که در جوانی یا در میانسالی بودم و الاخر؟ برای آدمی این خیلی خیلی مهمه که خود رو تعریف بکنه که کی هست و در واقع همسان با خود بمانه. ما در جهان اجتماعی خواهی نخواهی خود میسازیم، خود امری اجتماعی است که در دنیای اجتماعی شکل میگیره و آدمی از مجرای این شکل‌گیری شخصیت و هویت خودش باید خودش رو تعریف بکنه و بگه من کی هستم و به کجا تعلق دارم. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این خودی که ما در طول زندگیمون در ابتدا خانواده نقش اساسی در ساختن اون داره، بعد میایم مدرسه و عرض کنم که محیطای کار و اینها، این خودی که در واقع برای ما ساخته میشه در جهان جدید بسیار بسیار متحوله. در حالی که در قرون ماضی، در قرون گذشته، اون هویت آدمی یا اون چیزی که بهش میگیم خود یا سلف تقریبا امر کم تغییر و ثابتی بود. آدمی از زمانی که شخصیت شکل میگرفت خود رو میشناخت تا لحظه مرگ تعریف واحد و مشخصی از خود داشت. اما در دنیای جدید این مسئله تبدیل شده به یک مسئله بغرنج برای آدمی، به دلیل اینکه ما در تاخت تاز تغییر در عمرمون، در تاخت تاز تغییرات گوناگون قرار داریم. به عبارت دیگر من محدثی نمیتوانم بگویم که همون آدم 20 سال پیش هستم، همون روستایی هستم که آمدم مثلا به دانشگاه. در این فرض کنید که 30 سال یا 40 سالی که در این مسیر من طی کردم تحولات بسیار جدی برای من رخ داده. اما مسئله من همچنان اینه که من کی هستم؟ آیا من همانی هستم که در اون سالها بودم یا خیر؟ این پرسش، پرسش از این که من کیستم، پرسش از هویت خیش، مسئله بسیار بسیار جدی است برای آدمی و ما نیازمند این هستیم که بدانیم که هستیم و به کجا تعلق داریم، چه عناصری برای ما عناصر اصلی و محوری وجود ما هستن. اینجا دیگه مسئله در واقع اون اموری که به ما متصل هستن نیست، مسئله اصلی خود ماست، بودن ماست و هستی به اصطلاح هستی خود ما مسئله بحث و سوال. خب می توانیم بگوییم که در مسیری که ما طی می کنیم سه نوع هویت شخصی رو می تونیم بحث بکنیم. نخست در زمان کودکی فرد بیشتر یک هویت طبیعی داره، بیشتر خودش رو از مجرای تفاوت و تمایزی که بین خود و اشیا و پیرامون خودش در واقع قائل میشه، یعنی من را از مجرای تشخیص جز من شناسایی و بنابراین به درکی از خیشتن میرسه در ارتباط با اشیای پیرامونی خیش. هنوز خیلی امر اجتماعی رو فهم نمی کنه، بیشتر با اشیا، کودک بیشتر در واقع با تمایز اشیا از خیش به درکی از خیش میرسه. اما وقتی که جامعه پذیر میشه و آرام آرام فرهنگ رو درونی میکنه، عناصر اجتماعی رو درونی میکنه، از مجرای وساطت در واقع خانواده، مدرسه و به اصطلاح همسن و سالها و دیگران، آرام آرام در واقع خودش رو با جامعه خودش، اجتماعی که در اون زیست میکنه، یکسان میگیره. اینجا وارد هویت عرفی میشه، در واقع عناصر عرفی که در جامعه او وجود داره، عرفی که در پیرامون او وجود داره، سعی میکنه اونها رو درونی بکنه و با اونها یکی بشه. به لحاظ جهتگیری به اصطلاح شخصیتی در این نوع هویت، در این به اصطلاح درک از خیشتن، بیشتر در واقع معطوف هست به هم نوایی با عرف، اون چیزی که در پیرامون او، در اجتماع او وجود داره و معمولا اقتدار بیرونی،
اون نیروهای بیرونی که مسلط هستند، از به اصطلاح بزرگان، شخصیت‌ها، مراجع، نیروهای اجتماعی، اینهایی که در واقع برای اون نهادها، اینهایی که در واقع یا حتی قوانین در مرحله بالاتر وقتی که عام‌تر میشه، حتی قوانین، اینها به اصطلاح جهتگیری او رو میسازه و بیشتر فرد تلاش میکنه با این عوامل بیرونی که واجد اقتدار هستند هم نوا بشه و خودش رو با اونها همساز بکنه که بهش میگیم هویت عرفی. اما به میزانی که فرد رشد میکنه و عرض کنم که خودسالار میشه، واجد فکر و اندیشه میشه و نگاه خوندستان انتقادی به خیش و به جامعه خیش و محیط خیش میکنه و به خودآگاهی میرسه، میتوانه به طور بالقوه، نه به طور بالفعل، به طور بالقوه میتوانه آرام آرام پای در مسیر خودسالاری بذاره و خودش رو از عرف جدا بکنه و در واقع از مجرای مقایسه خیش و اون چیزی که در اجتماع پیرامونی او وجود داره آرام آرام وارد نقد اون اجتماع بشه، وارد نقد خانواده بشه، وارد نقد آموزش پرورش بشه، وارد نقد تمامی نهادها بشه، وارد نقد ارزش‌ها، انجارها، نظام اعتقادی و غیره بشه و به تدریج در واقع خودسالار بشه. اینجا در واقع ما با هویت نوع جدیدی از هویت مواجه هستیم که بهش میگوییم هویت پسا عرفی یا پسا عرف‌نگر یا هویت عامگرا. خب اغلب انسان‌ها، اغلب مردم به این مرحله معمولا نمی‌رسند، بیشتر در همون هویت عرفی می‌مانند و تا آخر عمر هم در واقع سعی می‌کنند هم نوا بشن. بسیاری از مردم سرسپرده اقتدار بیرونی هستند. من در جاهای مختلفی این سخن رو روش تاکید کردم، اینجا هم اشاره می‌کنم که آدمی، امیدوارم در کتابی که راجع به انسان خواهم نوشت اگر عمری باشه این رو به تفصیل توضیح بدم، آدمی حیوانی است نیازمند دلسپردگی و معتاد سرسپردگی. این قسمت دوم رو اینجا بحث میکنم. ببینید، ما تا به خود بیاییم، تا خودآگاه بشویم، جامعه در واقع یعنی اون محیط اجتماعی، اون فرهنگ ما رو پر میکنه. یه سری از اعتقادات و باورها و ارزشها و شیوه زیست و حساسیتها ریخته میشه در ذهن و قلب و وجود ما بدون اینکه ما بخواهیم، اینها در وجود ما ریخته میشه. و بسیاری از انسانها، میتونم بگم که اکثریت انسانها با همونا زیست میکنن، هرگز علیه اونها مقابله جهتگیری نقدی نمیکنن و همین خاطر عرفی زندگی میکنن، هویت عرفی دارن تا لحظات پایان زندگی. اما معدودی از آدم ها هستند که به هویت پسا عرفی یا هویت عامگرا میرسند و در واقع خودسالار میشوند و به نقد جهان اجتماعی که رو زیست میکنند، به نقد نظام اعتقادی که به اونها در زندگی اجتماعی حقنه شده، در وجودشان ریخته شده، به نقد اونها میپردازند. خب اینها نادر هستند. اساسا چنان که عرض کردم، ما معتاد سرسپردگی میشویم، یعنی در واقع ترجیح میدهیم دیگران به جای ما فکر بکنن، ما را هدایت بکنن، اونها تعیین بکنن چه چیزی اشتباه است، چه چیزی درسته، ما چگونه باید عمل بکنیم. این در جامعه ما را معتاد سرسپردگی میکنه. آدم ها ترجیح میدن که فکر نکنن، اندیشه نکنن، انتخاب نکنن، چون کار دشواری است. اریک فروم در کتاب گریز از آزادی به زیبایی و به دقت این رو توضیح داده، همین نکته‌ای که من تحت عنوان معتاد سرسپردگی خدمت شما عرض کردم. این کاریست که در واقع جهان اجتماعی با ما میکنه، ما رو معتاد سرسپردگی میکنه. به سادگی از این اعتیاد نمیشه در واقع دست کشید و از اون عبور. خب حالا این دسته‌بندی که من عرض کردم با اساس این برگردم به جهان جدیدی که ما در اون زیست میکنیم و ببینیم این جهان جدید با ما چه میکنه. چرا که عرض کردم، ما در واقع درگیر عناصر فرهنگی بسیار بسیار متنوع هستیم و به میزان این که از محیط‌های اجتماعی کوچک خودمون عبور بکنیم، وارد دانشگاه میشیم، مهاجرت میکنیم، وارد شهر میشیم، به سر کار میریم در شهر جدید و
با رسانه های جدید در واقع سر و کار داریم و اینها، آرام آرام سبب میشه که ما از اون دنیای فرهنگی محدود و محصور عبور بکنیم و اون دنیای اجتماعی فرهنگی بسیار بزرگتر و فراگیرتر مواجه بشیم. خب این با ما چه میکنه؟ این با ما رو متوجه اموری فراتر از اون دنیای کوچکی که در اون بودیم میکنه. عناصر در واقع هویتیمون در ابتدا ریشه در اون اجتماعی کوچک ما داشتن و حالا که ما آمدیم در درون یک اجتماع بزرگتر، در کلان شهرها، در شهرهای مدرن، با انبوهی از جمعیت‌ها، با شهرهایی که مثلا اقوام مردم از فرهنگ‌ها و مثلا قومیت‌ها و مثلا گروه‌های اجتماعی مختلف تشکیل شده، وارد اینها می‌شویم و در نتیجه اون عناصر هویت سازمون که در واقع از اون دنیای کوچک آمده به تدریج دچار تشکیک میشه و ما دچار تردید در مورد اونها میشه. ما تحت فشارهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی آرام آرام از ریشه های هویتی خود خواهی نخواهی کم و بیش میگسلیم و این اتفاق رخ میده. گویی از یک جهان کوچک امن در واقع مشخص محصور پرتاب شدیم به یک جهان اجتماعی چند پاره و حالا نمیدانیم جای ما کجاست و کجا تعلق داریم. نوعی پرتاب شدگی داریم به درون شهرهای مدرن، به درون اجتماعات بزرگتر و درون اجتماعاتی که به اصطلاح دنیای مدرن و عناصر دنیای مدرن توی اون تاخت تاز کرده و ترکیبی از به اصطلاح عناصر فرهنگی و اجتماعی گوناگون در اون به طور دائم وارد میشه. خب اینجا در واقع اتفاقی که برای ما انسان‌ها میفته، ما انسان‌هایی که از اون جهان سنتی خودمون، اون جهان کوچک خودمون فاصله گرفتیم، مسئله در واقع هویت و مشکل در واقع هویت بسیاری از ماها اون به اصطلاح هویتمندی خودمون رو از دست میدیم. از این منظر من میتوانم آدمیان را، انسانها رو، من از انسان وقتی صحبت میکنم، از آدمی یا از فرد که صحبت میکنم توجه داشته باشید، من از فرد انتزاعی صحبت نمیکنم و قائل به این نیستم که اصلا فرد انتزاعی وجود داره. فرد وقتی از فرد صحبت میکنم یعنی فردی که دائما در ارتباط بین شخصی با دیگران هست و در ذیل نهادها و مؤسسات زیست میکنه. اصلا فرد انتزاعی وجود خارجی نداره. فرد انتزاعی کسی که روانشناسان و معلمان اخلاق از اونا سخن میگن که در جهان واقعی ناموجود است. اما این انسان اجتماعی وقتی که در این جهان جدید با این اوصافی که من عرض کردم قرار میگیره، به لحاظ هویتی دچار مسئله میشه. از این منظر من میتوانم افراد رو به لحاظ هویتمند بودن یا فاقد هویت بودن به چهار دسته تقسیم میکنم. یک، افرادی که هویتمندن، اینها کسانی هستن که به ریشه های هویتی خودشون متصل هستن و دچار مسئله هویت نیستن. اونها همسان بودن با خود رو درک میکنن و از این لحاظ کاملا امنیت روانی و وجودی دارند، میدانند که کی هستند و الگوهای زندگیشون چیست، دنبال چه هستند، تکلیفشون با خودشون مشخصه، یک وحدت و استمرار هویتی رو تجربه کردن و با اون زیست میکنن. خب اما در دنیای جدید از تعداد این افراد هویتمند به این معنایی که عرض کردم روز بروز داره کاسته میشه و به افرادی که دچار مسئله داری هویتی هستن روز بروز داره افزوده میشه. دسته دوم از این افراد، از انسانهای اجتماعی به لحاظ هویتی، کسانی هستن که به لحاظ هویتی آشفته هستن، یعنی عناصر هویتی گوناگونی رو از جاهای مختلف اخذ کردن و خود رو در واقع همزمان با اونها مشغول میدارن. مسئله هویت یک مسئله اساسی انسان اجتماعی، انسان نمیتوانه درگیر مسئله هویت نباشه. اما کسانی که واجد
هویتمندی آشفته هستند، عناصر مختلفی رو گرفتن در کنار هم دیگه و کنار هم اونا رو حفظ کردن. شما حتما دیدید افرادی رو که مثلا تصویر حضرت علی و گوگوش رو همزمان در اتاق خودشون نصب کردن و با هر دو هم زندگی میکنن. من الان مثال میزنم، شما به جای گوگوش مثلا بذارید خارجی هاشو بذارید، فرنگی هاشو بذارید، عرض کنم که از این دسته از افراد که هویتی آمیزگرایانه دارن، عناصر گوناگون هویتی رو همزمان کنار هم گرفتن و گویا از هیچ کدام از اینها نمیتوانن دست بکشن. وقتی که از اونها میپرسی که اینا چه نسبتی با هم دارن، به هیچ وجه در واقع عرض کنم که نمیتوانن به شما توضیح بدن. برای خودشون هم تکلیفشون روشن نیست که بالاخره خود را با چه عناصر هویتی تعریف میکنن و بالاخره اون مسئله همسانی با خود را چگونه حل میکنن. دسته سوم افراد از این منظر کسانی هستن که به لحاظ هویتی بریدند از گذشته هویتی خودشون و در واقع دچار تعلیق هویتی هستن، پا در هوا هستن، نمیدانن اساسا، اینها اساسا نمیدانن که کی هستن و تکلیفشون با خودشون روشن نیست. اینها اغلب در وقتی که مواجه میشن با عناصر هویتی گذشته خودشون دچار نوستالژی هستن. مثلا اگر با مناسک عزاداری و با امام حسین در دوران کودکی و نوجوانی خودش احساس هویت میکرده، اکنون اون رو از دست داده، ولی وقتی که با اون در جامعه مواجه میشه حسی نوستالژیک داره، حسی حسرت گونه داره، اما پیوند عمیق دیگه با اون احساس نمیکنه. یک نوع تمایل به روی آوری بهش داره، اما صرفا جنبه در واقع یک خاطره است، یک تجدید خاطره برای او هست، یک عنصر هویتی شخصیت ساز و سازنده خود او نیست. اینا رو من بهشون میگم کسانی که به لحاظ هویتی در واقع بریدن از گذشته خودشون، از هویت پیشین خودشون و دچار تعلیق هویتی هستن. و بالاخره دسته چهارم در واقع کسانی هستن که جستجوگر هست. جستجوگران این توانایی رو پیدا کردند که می توانند برای خود هویت انتزاعی بسازند. اونها در واقع هویتی بسیار عام‌گرایانه و جهان شهری برای خود می سازند. هر جا که باشند با یک سری از ارزش‌های بسیار عام بشری خود رو تعریف می کنند و به لحاظ شخصیتی، روانی و فکری این توانایی رو دارن که نوعی هویت انتزاعی برای خود بیافرینن و از این که می توانند عام‌گرایانه زیست بکنن، از این که می توانند تمام قلمروهای اعتقادی و هویتی رو حتی از بیرون بیسند و نقد بکنن، از این لذت می برن و جستجوگرانه زیست میکنن. منتها نکته که خیلی خیلی مهمه اینه که اینها نخبگانن، اینا افراد بسیار بسیار محدودی هستن، درصد بسیار ناچیزی از مردمان جامعه رو اینها میسازن. لذا ما خیلی نمیتونیم روی این گونه افراد نادر تمرکز بکنیم. چرا؟ چون ما به عنوان یک تحلیلگر اجتماعی، به عنوان یک محقق جامعه شناسی روی استثناها یا درصد کوچک تمرکز نمی کنیم، بلکه بر روی قاعده ها و در واقع اون بخشی که جمعیت اصلی جامعه رو تشکیل میده روی اونها تمرکز میکنیم. خب حالا بر اساس این مقدماتی که من چیدم برگردم سراغ مناسک و هویت. ببینید نکته ای که در واقع خیلی خیلی مهمه اینه که یکی از مهمترین کارکردهای مناسک برای هر مردم و هر اجتماع ساختن هویت اشخاص. بسیاری از مردم در جهان جدید دیگه نسبت هویتی با مناسک ندارن. مثلا مناسکی مثل عزاداری عاشورا برای اونها کارکردهای دیگه داره. مثلا از مجرای کارناوالی شدن عزاداری عاشورا، از مناسک عاشورا به مثابه کارناوال بهره میبرن، جشن نیست و غذایی میخورند و عرض کنم که نوشیدنی مینوشند و دور همی تشکیل خواهند داد و ارتباطاتی، تماسی به اصطلاح به قول معروف تجدید دیداری
میکنن و اینم میشه گوشه ای از زندگی اونها. بسیاری از مردم ما دیگه با مناسک نظیر مناسک عزاداری عاشورا پیوند هویتی ندارن، بلکه اینا کارکردهای دیگه ای برای اونها داره که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. و من در کتاب کارنوالی شدن عزاداری عاشورا همراه با آقای دکتر بهرامپور عزیز راجع به این مفصل بحث کردیم، در جای دیگه هم راجعش صحبت کردیم. البته این کتاب هرگز مجوز نگرفته در ایران. خب اما من اینجا بحثم فقط کارکرد هویتی مناسک است. هنوز بخشی از مردم ما با مناسکی نظیر مناسک عزاداری عاشورا، مناسک عزاداری های مذهبی پیوند هویتی دارد. البته من همینجا اشاره بکنم، این نباید از روی ظاهر قضاوت بکنیم. در حال حاضر در ایران نظام سیاسی از هیئت‌های مذهبی و از گروه‌های مذهبی استفاده می‌کنه برای که بتوانه بسیج توده‌ای فراهم بکنه و نیروی برای خودش به لحاظ اجتماعی فراهم بکنه. اونها استفاده ابزاری صریح و روشن از مناسک عزاداری می‌کنند. پس مناسک عزاداری رسمی که اجرا میشه به رغم همه شورهایی که ممکنه در ظاهر دیده بشه، به اصطلاح فکر نکنیم که اونها در واقع نسبت هویتی دارن. اینها میتوانند کاملا ابزاری باشه، یعنی پود و غذا و انواع تمهیدات به اصطلاح مشخص داده میشه که بیان در خیابانها و کوچه ها اینا رو اجرا بکنن، خیلی هم پرشور اجرا بکنن و نمایش اجتماعی خوبی رو هم عرضه بکنن. اما پشت صحنه داستان میتونه بسیار بسیار متفاوت باشه. ولی به هر حال ما نمیتوانیم انکار بکنیم که هنوز بخشی از جمعیت دیندار ایرانی با مناسک دینی نظیر مناسک عزاداری عاشورا پیوند هویتی داره و هویت خودش رو با اون گره زد. خب حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اینها هم دچار بحران هایی هستن. مهمترین بحرانی که در اینجا وجود داره اینه که اینها نمیتوانند در واقع اگه بخوان تداوم داشته باشن نمیتوانند از مناسک به نحو خاصگرایانه سخن بگویند. در جهان مدرن که جامعه اجتماع زیر تاخت و تاز فرهنگ مدرن و عناصر تکنولوژیک قرار داره، نگاه به اصطلاح خاصگرایانه به مناسک، هر مناسکی باشه، مناسک دینی یا غیر دینی، نگاه خاصگرایانه دچار بحران و در نتیجه به اصطلاح نمیتوانه برای بسیاری از افراد جذابیت داشته باشه، به دلیل اینکه به دلیل همین باز شدن و تکثر فرهنگی، گرایش با عامگرایی خواهی نخواهی در همه ما شکل گرفته. اگر از اعتقادات و باورها و احساسات و اندیشه ها سخن میگوییم، از ارزش ها و هنجارها سخن میگوییم در جهان جدید، باید به نحوی سخن بگوییم که عامگرایانه باشه، یعنی فراگیر باشه، به نحوی صورت بندی بکنیم که همه بشریت بتوانند مخاطب اون باشن. اگر مثلا از حسین ابن علی سخن میگوییم در جهان جدید، اگر بخوایم واقعا این رو جدی بگیریم، ناگزیر هستیم او رو یک چهره انسانی عام معرفی بکنیم. نمیتوانیم بگیم مثلا فرزند بنی هاشم بوده است و از قبیله بنی هاشم بوده است و با امویان درگیر بوده و الاخر. خب میگه به ما چه؟ اصلا به تو چه؟ در جهان جدید دیگه ما نمیتوانیم خاصگرایانه از عناصر هویتیمون، از عناصر فرهنگی سخن بگوییم، مثلا از دعوای شیعی و سنی سخن بگوییم. باید به نحوی فراگیر و عام که برای بشریت جذابیت و تاثیرگذاری داشته باشه و نافذ باشه از این مناسک سخن بگید. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که چون هنوز بخش قابل توجهی از دینداران سنتی ما به این مسئله وقوف نیافتند و این مسئله رو جدی نمیگیرند و هنوز خاصگرایانه و شیعی و به غایت شیعی در واقع از این مناسک بهره میبرند و این مناسک رو عرضه میکنند، آرام آرام در حال تبدیل شدن به فرقه هایی در درون اجتماع بزرگتر هستند. فرقه جمعیت اعتقادی هست که از فضای اصلی جامعه بیرونه
دوره و یک جمع کوچک محدودی برای خودش ساخته که دیگران رو به خودش راه نمیده. نگاه خاصگرایانه به مناسک داره این نوع اجتماعات شیعی رو آرام آرام تبدیل میکنه به فرقه هایی در درون جامعه مدرن. لذا اگر این کسانی که هنوز با مناسک دینی احساس هویتمندی میکنند، اگر بخواهند در جهان جدید ماندگار باشند، تاثیرگذار باشند و بتوانند مناسک خودشون حفظ کنند، میبایستی تمام اون عناصری رو که من خدمتتون گفتم، تمام مؤلفه های مناسک رو به نحو عامگرایانه عرضه بکنند، از چیدمان محیطی اجرای مناسک گرفته تا عناصر مادی، تا ارزش ها و هنجار ها، باور ها و روایت ها و قصه های به اصطلاح موجوده در مناسک و رفتارهایی که در مناسک اجرا میشه، تمامی اینها اگر بخواد باقی بمانه در آینده و به اصطلاح تبدیل نشه به مناسکی برای فرقه هایی در درون اجتماع بزرگ، ناگزیر است که در همه اینها تجدید نظر بکنند و مناسک رو به نحو عامگرایانه ارائه بکنند. منتها مشکل جدی که وجود داره در ایران اینه که مناسک ما به نحو اساسی گره خورده با یک نیروی فرهنگی خاص به نام مداحان. مداحان افرادی هستن که از سواد بسیار پایینی برخوردار هستن. عرض کنم که معمولا دانش نظامی یافته ندارند. از تاریخ اسلام در واقع کاملا بیگانند و ناآشنا هستند، مطالعات تخصصی ندارند و مناسک رو کاملا میبرند به سمت مناسک اسطوره‌ای و اون رو گره میزنند صرفا با یک سری از احساسات و عواطف بدون عرضه کردن دستگاه فکری و در نتیجه کاملا مناسک رو خاصگرایانه و محدود میکنند و اصلا توانایی این رو ندارند که محصول فرهنگی مناسکی ارائه بکنند که مخاطب عام داشته باشه. اینه که در واقع به نظر میرسه مناسک عزاداری شیعی در میان کسانی که با این مناسک احساس هویتمندی میکنند در مسیر فرقه ای شدن در حال حرکته. من تصور روزی رو میکنم که دیگه نظام سیاسی حامی این به اصطلاح هیئت‌ها نباشه، وقت ما با فرقه های محدودی در درون کلان شهرهای ایرانی مواجه هستیم که دیگه نمیتوانند عرصه های اجتماعی و خیابان ها رو تحت کنترل بگیرن و نمایش اجتماعی عام بدن و مجبور میشن برون به فضاهای بسته و عرض کنم که در گروه های کوچک محدود بمانند و در نتیجه حیات به اصطلاح این مناسک محدودتر میشه و هویتمندی از مجرای مناسک شیعی روز به روز در ایران آینده که انشالله شما زنده هستید و خواهید دید، روز به روز در واقع این عرض کنم که بیشتر تضعیف میشه و تبدیل میشه به یک مناسک دینی حاشیه‌ای، یا من اگر هم اجن به اصطلاح مورد اقبال هست دیگه کارکرد هویتمندانه نداره، کارکرد تفریحی داره، کارکرد نمایش اجتماعی داره، کارکرد به اصطلاح همزیستی اجتماعی داره، کارکرد کارناوالی داره و الی آخر. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. امیدوارم که خیلی زیاد صحبت نکرده باشم و مخاطبان عزیز رو خسته نکرده باشم. ممنونم که به من فرصت دادید برای هم‌ولایتی‌های عزیز خودم سخن بگویم. دلم برای گیلان حسابی تنگ شده. ارادتمندم آقای دکتر. خیلی متشکرم آقای دکتر. الان فرصت پاسخ به سوالات دارید آقای دکتر؟ بله در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. خواهش. دو تا سوال مطرح شده آقای دکتر.
که برای ما اومده. یکی این که ازتون خواستم در مورد پدیده هایی مثل تعزیه که و این که آیا این تعزیه چطور تونسته برای ما توی بین شیعیان و بین ایرانیان هویت ایجاد بکنه. قطعا شما بهتر از بنده میدونید که تعزیه در ارتباط با یک پیوند اصیل ایرانی است که مراسم سوبشون بوده، یعنی واسطا با اون در درون فرهنگش رفتار مذهبی ما بوده. آیا این که مواردی مثل تعزیه که آمیخته با عناصری مثل هنر، فرهنگ و تاریخ هست، اینها میتونه در دراز مدت هویت ایجاد بکنه یا نه؟ عرض کنم که یک نکته رو من اول باید اینجا بگم که جامعه مثل ایران که تاریخ طولانی دارد با پدیده انتقال و تبدل فرهنگی در واقع مواجه میشه. ما به قرنها تاریخ داریم قبل از اسلام، به قرنها تاریخ داریم بعد از اسلام، و به همین دلیل این تاریخ طولانی ما ملغمه ای از عناصر فرهنگی رو ساخته و در نتیجه بسیاری از عناصر فرهنگی ما قبل اسلامی با ورود به اسلام به ایران تغییر چهره داده و آمده در قالب‌های جدیدی در درون تاریخ اسلامی ما به خصوص در درون تشیع جای گرفته است با تغییر چهره، که مردم شناسان، انسان شناسان به خوبی درباره این موضوعات کار میکنند و این تغییر چهره عناصر فرهنگی رو نشان میدن. در دنیای مدرن هم همین اتفاق داره رخ میده. عناصر مدرن چگونه وارد فرهنگ سنتی میشن و به اصطلاح جامعه شناسان درون نشین میشن، به تعبیر دیگر متمکن میشن در درون فرهنگ سنتی. به عنوان مثال ویولون، یک ساز غربی، وارد ایران شد در دههای گذشته و بعد در واقع ویولون ایرانی پدید آمد و الان استادان که ویولون تدریس میکنن هم ویولون کلاسیک تدریس میکنن هم ویولون ایرانی تدریس میکنن، اصلا چیز متفاوتی شد. یعنی عنصر فرهنگی به نام ویولون وارد فرهنگ ایرانی شد و در هنر ایرانی و فرهنگ ایرانی جایی باز کرد و بخشی از این فرهنگ شد، درون نشین شد یا متمکن شد در این فرهنگ. به همین ترتیب در واقع عناصر فرهنگی ایرانی ما قبل اسلام وارد تاریخ اسلامی ما شده و تغییر چهره داده، گاهی اونقدر ممزود شده با عناصر جدید که ردیابی اونها هم کار دشواری است. بالاخره ملت‌هایی که تاریخ طولانی دارند هم از غنای فرهنگی برخوردار میشند، هم در واقع در زنجیر تاریخی خودشون گرفتار میشن. تاریخ به هر حال داره نقش ایفا میکنه، بخشی از اون عناصر جنبه سازنده داره و ما رو غنی میکنه، بخشی از اون عناصر ما رو بدبخت و فلاکزده میکنه. مثلا ما 3000 سال وقتی که سلطنت داریم، این سلطنت با ما ایرانیان چه کرد؟ ما در سال 57 توانستیم این عنصر فرهنگی خودمون رو، این نهاد رو در واقع کنار بگذاریم. این اتفاق بزرگی بوده در تاریخ معاصر ما. بنابراین میخوام بگم که اون تاریخ میتونه جنبه های مثبت و سازنده و جنبه های بسیار مخرب داشته باشه. به همین ترتیب تعزیه ترکیبی از عناصر دینی و عناصر به اصطلاح سنت ایرانی و همچنین عناصر هنری هست، و به دلیل اینکه تعزیه جنبه هنری پیدا کرده، جنبه نمایشی پیدا کرده، جذابیت اجتماعی فوق العاده زیادی داره. به همین خاطرم هست که حتی اگر فرهنگ شیعی در ایران تضعیف بشه، عناصری مثل تعزیه باقی میمانن، جذابیت دارن و اون جنبه هنریشون در واقع سبب میشه که اینها ماندگارتر بشن. هنر وقتی که در واقع رنگشو به پدیده های فرهنگی میذاره، اونها رو در واقع یک جور ابدی سازی میکنه. این خاصیت هنره که بشر میتوانه به کمک هنر در واقع بسیاری از تمناها، آرزوها، خواستها و آرمانهای خودش رو بیان بکنه. برخلاف دین که تجسد عینی پیدا میکنه و گاهی وقتا بسیار محدود کننده است، هنر این گونه نیست. هنر میتواند به سرعت عام و فراگیر بشه. یعنی شما نگاه بکنید وقتی که ما مثلا خاطرات آقای بنجامین سفیر ایران در زمان، عرض کنم که
ناصر دینشاه رو میخونیم، وقتی که آقای بنجامین توی تکیه دولت میشینه و تعزیه به اسم تعزیه رو تماشا میکنه و بعد توصیف میکنه، میبینیم چقدر تحت تاثیر این تعزیه قرار گرفته. این خاصیت هنره که میتوانه پیام رو، اندیشه رو، ایده رو در واقع علاوه بر اینکه یک نمایش اجتماعی بسازه که جذابیت بصری داره، میتوانه جلوه عامگرایانه داشته باشه و ماندگار باشه. به همین خاطر هم است که همین الان شما نگاه کنید هنر اسلامی، هنر مسیحی رو شما نگاه بکنید که چگونه همچنان جذابیت داره و به اصطلاح زنده است. و ما نمیتونیم بریم اصفهان و تحت تاثیر قرار نگیریم، ما نمیتونیم بریم یه از تحت تاثیر قرار نگیریم، برای اینکه اینها جنبه های بصری ابدی پیدا کردند و پیامی عامگرایانه ارائه میکنند و در نتیجه ماندگار میشن. لذا به گمان من هر قد که اندیشه ها، ایده ها و مفاهیم و نمادها بیان در قالب هنر، در واقع میتوانند ماندگاری خودشون رو به اصطلاح تضمین بکنند. و اما این دیگه جنبه هویتی پیدا نمیکنه اگه اون جنبه دینیش کم رنگ بشه. جنبه هویتی پیدا نمیکنه، جذابیت های بصری داره و یا جذابیت فرهنگی به طور کلی داره و یک خوراک فرهنگی جذاب و دوست داشتنی میتونه برای مردم باشه. سپاسگزارم آقای دکتر. سوال دیگری هم مطرح شده که هویت بخش بودن عزاداری لاجرم با رویکرد عامگرایانه رخ میدهد یا مسیر دیگری نیز دارد؟ ببینید، خیر، در واقع من خودم دورانی رو که طی کردم در دوران کودکی و در روستایی در گیلان زندگی می کردم، خب عزاداری برام جنبه هویتی داشت و عرض کردم که حالا آرام آرام حقیقت که بیشتر پیوند برقرار می کردم، مثلا شخصیتی مثل حسین یا داستان عاشورا و کربلا و مثلا اینها به اصطلاح اسطوره های دینی ما برای ما جنبه هویتی داشت. منتها نکته این که وجود داشت این بود که در اون دوران کودکی و نوجوانی، در دورانی که در محدوده کوچکی از اجتماع زیست می کنیم، نگاه خاصگرایانه وجود داره و عرض کنم که این هویت سازی می کنه ولی به نحو خاصگرایانه. اما وقتی که شما میای با جهان بزرگ آشنا میشی، با دنیای بزرگ آشنا میشی، میتونی توی خونت بشینی و با صد جای دنیا ارتباط لحظه‌ای داشته باشی، میتوانی به اصطلاح آخرین رویدادهای دنیا رو لحظه به لحظه دریافت بکنی، رسانه‌های اجتماعی جدید در واقع فاصله‌های به اصطلاح مکانی رو در نوردیدن، فاصله‌های زمانی رو در نوردیدن، ما رو متصل می‌کنن به جهان. و در اینجا دیگه من نمیتوانم اون فرد روستایی محدود و محصور باشم. در روستا هم اگر زندگی بکنم، با تمام جهان پیوند دارم. بقول جامعه شناس برجسته آمریکایی آقای برگر میگه انسان روستایی امروزی چه در ایران چه در امریکا آگاهی شهری دارد و جهان آشناست و در واقع لحظه به لحظه دنیا رو میتونه دنبال بکنه. بنابراین اون دیگه در معنای کهن کلمه روستایی نیست، آگاهی او، فهم او، نگاه او به جهان شهری شده است و دیگه اون معنای کهن روستایی که در ایران فحش تلقی میشد، اون معنا از دست رفته. مولوی هم میگفت که ده مرو ده مرد را ابله کند، اما ما دیگه چنین دهی نداریم. این جهان عوض شده و در واقع اونی که در دل روستا نشسته و تمام جهان آشناست و چه بسا بسیاری از شهری ها آگاه‌تر و متمدن‌تره. لذا می توانیم بگوییم که در این چنین دنیایی شما دیگه نمی توانی خاصگرایانه پیام دینی رو ارائه بکنی، خاصگرایانه عزاداری بکنی. می توانی این کار بکنی اما جذابیتی نداره. با انسانی که با دنیای بزرگ آشناست شما میای یک داغسه کوچکی برای یک جمع کوچکی ارائه میکنی، خب این برای او اصلا جذابیت نداره. ضمن اینکه این انسان در دنیایی زندگی میکنه که نظام دانایی از کنترل خارج شده. این خیلی خیلی بحث مهمیه. ببینید، ما در دنیایی زندگی میکنیم که نظام دانایی دیگه در دست دولت، نهاد سیاست
و در دست نهاد دین نیست. یعنی زمانی بود که روحانیان تفکر دینی ما رو می ساختن، زمانی بود که حکومت می گفت که چطور باید فکر بکنید، یک رسانه به نام تلویزیون بود که او هرچی می خواست پخش می کرد، بقیه ملت باید گوش می کردن. ولی ما الان در جهانی زندگی می کنیم که هر کدوم از ما یک رسانه شخصی داریم. در دست یک کودک 9 ساله شما می بینید که رسانه تلگرام داره و اینستاگرام داره و با دنیا ارتباط داره، صفحه خودشو داره. خب اصلا هر کدوم از ما در این جهان یک رسانه شخصی داریم. نظام دانایی از کنترل روحانیان، نهاد دین و نهاد سیاست خارج شده. این آدمی که هر روز تحت تاثیر اندیشه ها و ایده های مختلفه، شما میخوای بیاید داستان یک جمع کوچکی رو بگی که اینا چطور با امویان جنگیدن و چه کردن، اصلا همش از اول تا آخر برای شما سوال داره که اینا کی بودن، چی بودن، کجا، چقدر این داستان تاریخیه. خب حالا گیرم که این گونه است، به چه درد ما میخوره؟ چرا ما باید درگیر این تاریخی که شما میگید، این قصه‌ای که شما میگید باشیم؟ این رو یک کودک ابتدایی 5 ساله هم این سوال، 5 ابتدایی هم این سوال داره. خب شما نمیتونی برای چه این آدمی به اصطلاح قصه ها و ماجراها، ماجراهای خاصگرایانه بگی یا مناسک خاصگرایانه به اصطلاح اجرا بکنی. برای او بی‌معنی است. در همین حد که بریم تفریح بکنیم و جمع بشیم و بالاخره شیکاکو میدن یا مثلا غذا میدن، مردم ایران خیلی دوست دارن غذای، میبینیم دیگه، خیلی هم عجیبه برای من که مثلا خیابان رو بند میارن تا یک لیوان شربت بگیرن. عجیبه مثلا این مردم اینقدر، عرض کنم که خدای ما گیلانی ها یه اصطلاحی داریم، ما میگیم نخوردگی کشیده، ما گیلانی ها میگیم طرف نخوردگی کشیده. ما ایرانی ها نخوردگی نکشیدیم، ولی چرا اینجوری هستیم نمیدونیم. خیلی برامون جذابه که در واقع در خیابان بتونیم غذای مجانی، نوشیدنی مجانی گیر بیاریم. اینا کارکرده ایست که مناسک دارید، که تو مناسک نوشیدنی و غذا هم میدن، تفریح هم هست و لذت بخش هم هست. میتونیم بشینیم یه جایی گپ بزنیم کنار خیابانی یا توی پارکی، غذا بخوریم و بنوشیم و لذت ببریم. این کارکرده رو میتونه ایفا بکنه، ولی دیگه نمیتونه هویتمند باشه مگر اینکه تجدید نظرهای اساسی بکنه. سوالای دیگری هم مطرح شده آقای دکتر که به لحاظ محدود زمانی دیگه امکان مطرح شدنشو نداریم. آقای دکتر تشکر میکنیم از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید. خواهش میکنم. همه امشب ما حضور پیدا کردید، خیلی بهره بردیم از صحبت‌های شما. بزرگواریم. بسیار خوشحالم که در خدمت هموطنان گیلانی بودم. دلم برای رشت، برای گیلان، برای تک تک شهرهای گیلان، برای روستای خودم تنگ شده. من عرض کنم که یک گیلانی هستم، گیلان بسیار بسیار دوست داشتنیه. همینجا من یک تذکری به گیلانیان میدهم و اون اینه که اجازه ندن که گیلان مثل مازندران بشه، گیلان اجازه ندن که تهرانی سازی بشه، زمین های خودشون رو نفروشن، مواظب باشن که گیلان مثل مازندران نشه. بسیار متاسفم که این وضع الان مازندران پیدا کرده. گیلان خودمون رو به اصطلاح اصیل و عرض کنم به همون شکل زیبا حفظ بکنیم. بسیار افتخار داشتم که برای شما صحبت کردم.